امروز قرار با یکی از ترسای بزرگ توی حوزه کاری خودم روبرو بشم. این ویدیو توی یه ویدیو دیگه بود. داشتم کار میکردم، یهو من به تغذیه خفن حرفه‌ای متغیرم هست سوخت و دست دادمش. داستان چی بود؟ دو تا سیم اینجوری میان، یه سوسماریو زده بودم سر منفی، سیم مثبت برگردونده بودم، سوسماریو زدم رو جفتشون، جفت سیما رو گرفته بود، ولی خب روکش داشت دیگه، مشکل نداشت. جریانی که کشیدم خیلی زیاد بود، رو 12 ولت 10 آمپر ازش میکشیدن. سیماش هم سیمای 1ه، سیمای 1 هم گرم میکنه، روکش شل میشه، سوسماری میره تو کانتاکت میکنه، من نمیفهمم دستگاه رو دست. ترسی هم که بهتون گفتم، من همیشه راجع به تعمیرات توی برده شلوغ پلوغ و چیزایی که اجزای زیادی دارن، هر چیزی ممکنه خراب باشه، هر جایی ممکنه سوتی داده باشه، هر اتفاقی ممکنه افتاده باشه، میترسم واقعا. و یا نمیدونم مشکل از منه 100 درصد، یه اختلالی چیزیه که استراب میگیرم و مضطرب میشم و نمیتونم واقعا کاری بکنم. و کلا سمتش نرفتم زیاد، تعمیرات موبایل و چیزای مختلف کار کردم، ولی برد سوئیچینگ هیچ وقت تعمیر نکردم. و از اونجایی که دیدم خراب شد، گفتم گفاره، گفتم خیلی خب درست میکنم، فیلمتم میگیرم، فیلمشم گرفتم 50 دقیقه، خیلی طولانی شد، یعنی 50 دقیقه زمان نبرد، فیلمای کوتاه توضیحشو که چسبونم به هم دیگه 50 دقیقه شد. گفتم اصلا حوصله صبره بیام روایت کنم داستانو براتون. دو روز خورده طول کشید، 24 ساعت پاش بودم، قفلی زده بودم روش، میرفتم میخریدم به صرفه تر بود، منتها گفتم این کارا رو باید انجام بدم، این ترس رو برای خودم بشکنم و باش حال کنم، ازش چیز یاد بگیرم. خلاصه رفتم تو دلش، کلی داستان داشتم، کلی اعصاب خردی و کلی اتفاقات و مختلف و ناامیدی، و اصلا زدم به سیم آخر. بریم ببینیم چیش. مرحله اول پاورمو باز کردم. اولین کاری که با داخل تعمیرات بکنین چیه؟ ظاهره. خوب نگاه کنین ببین خازنی ترکیده، ترانزیستور سوراخ شده، قطعه خراب شده که ظاهرش تابلوه. اگه بود سریعا همون قسمت، همون حدود، همون قطعه تست کنین، قشنگ در بیارین، مطمئن بشین که سالمه، مشکل از اون نیست، حالا چیز اینطوری. که خب من خوب نگاه کردم و چیزی پیدا نکردم. دو تا دونه مقاومت پیدا کردم آخر مدار، دیدم اونا سیاش. بعد باهاش که تماس گرفتم، گفتش که نه، اون چند تا مقاومت اون آخر مدار هستن، آخر مبدا تغذیه سوئیچینگ، اینها بار ازش رد میشه، معمولا سیاه میشه. طبیعیه، نگران نباش. چرا نگران نبودم؟ چون اهمشو گرفتم با مولتیمه و با کد روش همخوانی داشت، یعنی اهمش تغییر نکرده بود. پس گفتم اوکی. مرحله بعدی رفتم سراغ فیوز، تست بوق گذاشتم، مولتیمتر رو گذاشتم روی تست بوق، تست گرفتم، دیدم فیوز هم سالم. کار سخت شد. اولین جایی که هاش گفت برو تست بگیر، دیودای دوبل بود. پاور کامپیوتر که باز کنین، دو تا هیت سینک گنده می‌بینین، چپی مال طبقه ترانزیستور، راستی مال طبقه دیودای دوبله. و من رفتم اونا رو تست گرفتم، واقعا تستاشم بلد نبودم، یعنی تک تک اینا رو یا هاش بهم گفت یا رفتم گوگل کردم. دم هاش خیلی گرم بود، تو این ویدیو واقعا کمکم کرد. تعمیر کار تخصصی و فوق حرفه‌ایه. باشم اگه آشنایی ندارین، چند تا ویدیو باش گرفتم، استخراج طلا و تعمیرات ماینر از این چیزا، تو کانال هست برید ببینید. دیدای دوبلمو تست گرفتم، ولی اشتباهی کردم. تستمو اشتباه گرفت به خاطر اینکه پرابمو روی پیچ روی دیو دوبل گذاشتم و اصلا اینا بدنشون پلاستیکی بوده، یه قسمت فلزی داشت و این اصلا برخوردی نداشته با اون. اولین سوتی که دادم اینجا، ولی ویدیویی که تو اینترنت دیده بودم همجوری بود، از رو بدنه تست میگرفت، یعنی یکی میزد به هیت سینک، میزد به پیچ، بعد تست میگرفت، عدد نشون میداد درست بود. منم همونجوری رفتم، همونجوری هم که میدید عددی که نشون میدادم عدد درست بود، منتها سهل انگاری کردم، بعد کامل در میآوردم، از تو برد خارج میکردم و بعد تست میگرفتم، یا اینکه پایه هاشو تست میگرفتم از زیر برد، چون از زیر برد میگرفتم نمیداد، گفتم از رو بگیرم که شاید خب درسته، بعد این عددا خیلی درسته اصلا، بی خیال شدم اون 100 درصد درست. رفتم قسمت بعد، یه تریکی این وسط یاد بدم که خودم ازش استفاده کردم. ببین همه چیو میخوام بهتون بگم، دونه دونه میخوام بهتون بگم. اصلا اینجوری توی این گیرودار که من وسط پروژه ها مونده، من تغذیه‌ام خراب شده، دو تا دونه قلکش داشتم، قلکشام هم نیست، یکیش که خراب شده، یکی دیگه‌ش هم نیست. واقعا حالا چیکار کنم؟ نمیتونم که وایسم که. من گفتم ما درستش کنم، رفتم چی پیدا کردم؟ دو تا دونه سیم افشان یه خورده زخمی، اومدم سیما رو درآوردم، همینجوری که می‌بینید پیچوندمشون به هم دیگه، با استفاده از این قلکش سیمی درست کردم. چجوری کار می‌کنه؟ شما اینو می‌ذارید داخل روغن لحیم، مس یه جوری که قلعو می‌کشه به خودش، می‌چسبونی به پایه، هویه رو می‌ذاری روش، قلعشو می‌کشه به خودش، بعد اون سیم پرقل میشه، کوتاش می‌کنی، دوباره که این کار انجام بدی کل قلعه پایه ها رو میخوره و راحت میتونی در بیاری. رفتم سراغ طبقه ترانزیستور، دیدم روی برد داره جواب میده یکیشون، ولی یکیشون جواب نمیده. اینجا بود که شک کردم، با همین روش ترانزیستور رو جدا کردم از روی مدار و متوجه شدم که بله، ترانزیستورم یکیش خرابه. حالا ترانزیستور رو بیا عوض کن. ترانزیستور رو که نداشتم، با چیکار کردم؟ مشابهش میذاشتم، مشابهش میشد 1309 نداشتم، از داخل جنازه دونی رفتم و یه دور برد پاور پیدا کردم، دیدم روش دو تا 1307 هست، گفتم سگ تو ضرر، همینا رو میذارم، ضعیف‌تر هست ولی میذارم، گذاشت. و اینجوری بودم که اوکی، این دیگه کار میکنه، مطمئنم. یک نکته کلیدی دیگه میخوام بهتون بگم. هاشم گفت ترانزیستور رو که برمیداری دورش یه سری مقاومت‌های با اهم پایین
هایی میبینی، یه سری دیود هایی رو میبینی، اونایی که اطراف ترانزیستوران، اونا رو تست بگیر، اونا احتمال داره خراب شده باشن. یعنی وقتی اگه میخوای ترانزیستور رو عوض کنی اونا رو هم یه تستی بگیر. مقاومت اوم بالا رو گفت نمیخواد تست بگیری، مقاومت اوم پایین رو تست بگیر. منم تست گرفتم، دیدم مشکلی ندارن، دیودارم تست گرفتم، ترانزیستور رو عوض کردم، گذاشتم، گفتم دیگه کار میکنه. ولی متاسفانه کار نکرد. هر کدوم از این مراحلی که دارم میگم دونه به دونه با تغییر هر جزئی هی من باد میزدم به برق، تست میگرفتم، ریاکشنشو میگیرم، کاری نمیشه، اتفاق نمیفته. نه و واقعا چند ساعت زمان بود اینجا دیگه، واقعا ساعت آخرای شب شده بود و اعصابم خیلی خرد شده بود. یه این نکته دیگه میخوام بهت بگم، ببین چقدر نکته میگم، باتسول هی لایک نک، هی ساب نک، هی فالو نک، هی کامنت انگلیسی نذار. یه چیزیه که لحیم میکنیم روی بورد یا لحیم کاری میکنیم، چیزی جابجا میکنیم، خب طبیعتا دیدین دیگه بورد پشتش یه خورده کثیف میشه، چر میشه، روغن داخل خود قلب میچسبه. حتما 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 با استفاده از مسواک و تینر هر کاری که کردین رو بورد یه تمیزکاری بکنین قبل از اینکه تست کنین، که هم بوردتون تمیز بشه، همون چربی اختلال ایجاد نکنه، هم بتونین خوب ببینید که اگه یه وقتی یه چیزی اشتباهی به یه چیزی دیگه لحیم شده، یه چیزی اون یه قلعی مونده، یه سیمی مونده پشت مدار، اونو بردارین که خدا نکرده خطرناک نباشه. ولتاژ ورودی پاورم 220 دی سی میشه 300 خوردی، کار خطرناکه، خیلی باید حواستون جمع کنین. اینجا دیگه واقعا بریده بودم، هاچم دیگه جواب نمیداد، گفته بود اگه از اینها نباشه باید برید سمت آی سی، احتمال مشکل از اون. من گفتم خب چجوری آی سی آر تست کنم؟ اون یکی من مت تغذیه رو برداشتم آورد، اون یکی من مت تغذیه خیلی خوبه، جریان خوبی هم میده، متا جریان لحظه‌ای زیاد تحمل نمیکنه قطعی، پس به درد اره برقی که جریان لحظه‌ای خیلی زیادی میکشه نمیخواد. چه کنم چیکار کنم؟ پاور رو در آوردم با صبر و حوصله، واقعا تمرینات صبر و حوصله میخواد، با صبر و حوصله شروع کردم آی سی ها رو از روی این یکی میذاشم روی اون یکی، روی اون تست میگرفتم، روی این تست میگرفتم. ساعت الان 1:41 صبح، ببین دهن من سرویس شد، از رو این برداشتم گذاشتم رو این آی سی رو، این یکی، بعد اینو گذاشتم رو این، بعد اینو گذاشتم رو این، اینو گذاشتم رو این، اینو اصلا ببین پاره شدم، تقریبا لوله شدم. و از آخر فهمیدم هر چهار تا آی سیم سالمه، دو تا آی سی این سالمه، دو تا آی سی اینم سالمه، اصلا مشکلی این از آی سی نیست، همینو فهمیدم فقط. سلام، صبح بخیر. دیشب که نشد دیگه، تا آخر شب درگیرش بودم، واقعا نشد هر کار کردم. اون یکی دیگه رو جمع کردم، همه چیزا که روش برداشته بودم گذاشتم سر جاش. هنوز درگیر اینم. الان اومدم فکر کردم، گفتم بچه دیود شاتکیا یک جوریان. شکم رفت سمت همون دیودایی که اول گفتم سوتی دادم، رفت سمت اونا، گفتم ببین یه جای کار داره میلنگه، این پایه‌هاش خوب جواب نمیدن، بدنه هیت سینک داره جواب میده، باید بلنگه دیگه، یه مشکلی وجود داره. دوباره شروع کردم کل طبقه هیت سینک دیود شاتکیا رو همه رو قلعاش از این ور برداشتم، از جا در آوردم، دوباره تست گرفتم و اونجا متوجه شدم که بعد یه مشکلی وجود داره، اینا اصلا سالم نیستن. و من اگه اینو اول میفهمیدم خیلی کارم بهتر، قطعه ندارم، تعطیلات نوروزه، همه جا بسته است، باید میرفتم دنبال قطعه. تمام اتاقو زیر رو کردم، تمام کارگاه قطعه‌ای که اینجا داشتیم و داریم و سرچ کردم توشون، پیدا نکردم. بدبختی پشت بدبختی. الان به دوکی زنگ زدم، تعطیلاتم از همه جا بسته است. الان به دوکی زنگ زدم بهش گفتم، گفت زمانی که تعمیر می‌کرده پاور کامپیوتر رو یه سری قطعات خازنا و دیودار اینا همه چی رو عروج جدا می‌کرد، قطعاتشو داره، گفت احتمالاً تو اینا باشه، بیا بردا ببر. به جلتر تاریک دیده میشه خوده دیدم داخل. آره چطوری؟ یه دست کم بده برای یوتیوب؟ چطوری بچه؟ بده من، مرسی. همه چی توش هست؟ همه چی کار نداری؟ نه خدافز. بومنزین کجا بود؟ مستقیم دارم میرم تو عبرا به بنزین. ببین مارکو چه برای من آورده. اینجا گشتم داخل دیودا، مشابهشو که پیدا نکردم، ولی دو تا پیدا کردم که سالم بودن، تست گرفتم، اومدم جابجا کردم، بستم، بازم کار نکرد. اینجا واقعا ترکیده بودم، کلی ساعت وقت، کلی تراش، همش ناکام، کارام، پروژه ها مونده بود، اعصاب دار بود واقعا. دیگه به تقریبا مرز رسیده بودم و حقیقتا تا قبل اینم چند باری زده بودم به سیم آخر، یعنی پاور رو جمع کردم، پیچاشو بستم، گذاشتم کنار، گفتم دیگه من به این دست نمیزنم، میبرم جای هاچ ببینم اون میفهمه چه مرگشه تعمیرش کنه یا نه. ولی دیگه اینجا واقعا خسته شده بودم، هی میرفتم سرگرم یه چیزی میشد،
شدم، دوباره برمیگشتم یه چیزیشو تست میگرفتم، یه جاییش که تا حالا یه کاری نکرده بودم اونور کخ میریختم، اینور کرم میریختم، اونور دستکاری میکردم، اونور تست میکردم، که یه علامت حیاتی پیدا کرد. هاچ گفتش ببین برو هر جور شده پیدا کن پایه یه استندبای، ببین ولتاژ استندبای داری یا نه. اگه نمیدونین سیمای این منبع تغذیه رو ما کلا کنده بود، سیم بنفش میشه سیم استندبای و نداشتم، نمیدونستم کجاست، نقشه‌اش هم که گیرم نمیومد. رفتم واقعا به معنی واقعی کلمه ویدیو چک کردم، ویدیو یوتیوب هم باز کردم، یه فریمی که سیما توش معلومه رو پیدا کردم، حدودی فهمیدم کجا میره سیم بنفش، جاشو پیدا کردم، یه سیم کشیدم آوردم بیرون، ولتاژ گرفتم 5 ولت استنبایی داشت. جالب شد، آی سی آر گوگل کردم، دیتا شیتاشو پیدا کردم، شماتیکاشو پیدا کردم، پایه های ولتاژشو پیدا کردم، دونه دونه اومدم زدم به برق، تست گرفتم دیدم بله اصلا 12 ولت میاد پایه آی سی کار داره میکنه. بعد چرا من خروجی ندارم؟ ولت مترمو تست گرفتم دیدم اونم سالم، ولت متری که روشر تست گرفتم دیدم اونم سالم کار میکنه، یه جای کار داشت میلنگید. شروع کردم به تست ولت، تست ولتاژ از اول مدار میاد ولتاژ درسته، خازنا ولتاژ دارن، دیودا ولتاژ دارن، 300 ولت دارن، میاد پایه بعضی از ترانزیستورهای ورودی بعضی جاها نمیاد. در حین همین تست و اینا بودم که 10 دقیقه بودش پاور داخل برق، بعد کشیدم اومدم برگردوندم دستم خورد به هیتسینک، دیدم هیتسینک اولیه ترانزیستور رو داغ کرد، گفتم ایناست که خوبه، بالاخره یه علامتی دارم توش پیدا میکنم دیگه. اصلا علامتی نبود واقعا، یعنی یه علامتی دارم پیدا میکنم که پیشو بگیرم ببینم به کجا میرسم. مثلا روهاش در میون گذاشتم، اگه ببین عوض کردی و ازشون مطمئنی، شما یه جای تو مدار اتصال کوتاه داری و این اتصال کوتاه یعنی مثبت منفی افتاده رو هم دیگه، و این اتصال کوتاهه باعث میشه که آی سی ها نمیذارن دستگاه کار کنه روشن بشه و ترانزیستورها دارن داغ میکنن. گفتم که خب با چیکار کنم؟ گفت با بگردی پیداش کنم. مرسی. خلاصش گفت باید بگردی پیدا کنی دنبال اتصال کوتاه. منم شروع کردم به گشتن و یه سری چیزا رو تست گرفتم، منتها پاور کامپیوتر که دیدین دو تا هیت سینک داره شبیه الن، یه سری قطعات زیر ایناست و اون قطعات رو برای که جادست نداره نمیشه مستقیما تماس داشت، به خاطر این باید اون هیت سینک ها رو در بیارم. و من شروع کردم هیت سینک طبقه ترانزیستور رو باز کردم که یا اون قطعه که داغ میشه رو پیدا کنم، یا هم که ببینم ترانزیستور کدومی کهشون گرم میشه، مسیر اون رو بگیرم برم برسم به اون اتصال کوتاهی که رخ داده. هیت سینک رو درآوردم زدم به برق، تست گرفتم کار کرد. همون رو زنگ زدم به هاچ، بهش گفتم آقا هیت سینک رو درآوردم زدم به برق، تست گرفتم داره کار میکنه. گفت چی هیت سینک رو درآوردی داره کار میکنه؟ گفتم آره. شروع کرد فحاشی، تلفن رو قطع کرد. گذاشتم خورده آروم شد، دوباره زنگ زدم، گفت ترانزیستور قبلی چه شکلی بودن؟ گفتم خب سیاه بودن پلاستیکی. گفت ترانزیستور جدید چه جوریان؟ گفتم سیاهن فلزی. گفت خب فلز دیگه، رسانای دیگه، اون هیتسینک رسانای تو اینو پیچ کردی اونم پیچ کردی، جفتشون با هم دیگه وصل شدن، اتصال کوتاه تو همین بوده. گفتم دوباره. بعد یه مشکل دیگه داشتم، هرچی ولو میچرخوندم ولتاژ تکون نمیخورد و اصلا داشت جون میداد، انگاری وزوز میکرد و مشخص بود فشار و بار روی پاوره. بهش گفتم اینجوریه؟ گفتش ببین احتمال داره تقسیم مقاومتی به هم ریخته باشه دیگه، بیا تقسیم مقاومت رو به هم برید بچرخونی کم و زیاد میشه و اینا. بعد من هر کار کردم نشد، اینو تست بگیر، اونو تست بگیر، اینو عوض کن، اونو جایگزین کن، اینو بذار، اونو بذار، نشد که نشد. بعد توی این جابجایی آی سی ها بود که من میذاشم رو اون تست میگرفتم، میذاشم رو این تست میگرفتم. این پاور اصلیه که خراب شده بود، آی سی اصلیشو ما به خاطر که متغیرش کنیم پایه یکشو کنده بودیم و یه مقاومت وسیعده بودیم اصلا از روی برد به یه جای دیگه. بعد من تو این جابجایی ها وقتی گذاشتم عقلی کردم، گفتم خب چه کاریه باش پایه درست میکنم، یه پای مقاومت درست کرده بودم، ازیر لهیمش کرده بودم که محکم شه، از اون ورم حالا اون مسیر مقاومتاش اینا وصل بود. بعد دیدم اصلا این نباید تو مدار باشه، مرض نداشتم قطع کردم پایشو، سوتی بعدیم هم اینجا بود. خلاصه پایه آی سی رو بس کرده بودم تو مدار، دوباره سری از مدار خارجش کردم، دوباره تست گرفتم، دیدم بله ولتاژ کم میشه زیاد میشه اوکیه. یه مشکل دیگه است، کم و زیاد میشه ولی انگار فشار رو پاوره، صدا میده، وزوز میکنه و یک بو میداد، اصلا داشت داغ میشد. ببین واقعا داشتم گریه میکردم دیگه، هر چیشو درست میکنه باز یه ایراد دیگه داشت، هر چیشو دست میزدم یه ایراد دیگه داشت. بعد این همین تستام که بگردم پیدا کنم، اومدم دکمه کاهش ولتاژ منبع تغذیه رو بزنم، زدم دیدم کم نمیشه، چون ما دو تا استپ داشت، دو تا پله داشت منبع تغذیه‌مون، کلید میزدی سمت چپ از 12 تا 26 ولت میرفت، کلید میزدی سمت راست از 1.5-2 تا 6-7 ولت میرفت، راستو که میزدم نمیرفت، کم نمیشد. بعد گفتم ببین چک کردم، تست بوق گرفتم دیدم بله انگاری خروجیه که گرفته بودیم برای این پاور، یکیش 3.3 ولت بوده، یکی 12 ولت بوده، که اینا متغیر شدن، اون یکی از
7 تا 20 خورده، این یکی از 1 تا 6 8. بعد تست بوک گرفتم، این دوتا به هم دیگه وصل شده بودن. گفتم خب یه اتصالی دارم، دوتا خروجی من تغذیه به هم وصل شده، بار روش دیگه فشار داره میاره، باید بگردم اینو پیدا کنم. شروع کردم از همون آخر مدار دونه دونه کشیدم اونم آقا، شماتیک سرچ کردم، نقشه سرچ کردم، نگاه کردم نقشه‌های مختلف، این کجا میره اون کجا میره، خیلی بخش بخش اومدم عقب ببینم اتصالی کجایه. شک کردم به دیودا، هیتسینکشو باز کردم، درست شد. خب چطور میشه یه اشتباهی الان گفتم دو تا اشتباه دوبار همزمان؟ یعنی اون هیتسینک، اون دیود دوبلایی که رو خودش بوده هم پلاستیکی بوده و اونایی که من الان داشتم مال من بدن آهنی بوده و دوباره اینا رو پیچ کرده بودم به هم دیگه. آخه مگه میشه؟ آقای هیتسینکو برداشت درست شد، بدون هیتسینک کار نمیکنه. تست گرفتم دیدم کار میکنه، فشار روش نیست، آروم گرفته. خلاصه اینم دوباره پشت دیودای دوبل پد گذاشتم، از اونور محافظ گذاشتم، پیچ کردم که اتصال نکنه به هیتسینک، درست شد. ببینید یعنی اونجا رو پوشو کشیدم پشت سرم، دور میزدم دور اتاق، اصلا داشتم بال در میآوردم، اشک شوق داشتم میریختم. بالاخره درست شد، بالاخره با ترسم مواجه شدم، بالاخره درستش کردم. همینجوری که میبینیم ولتاژ داریم 7.4، میبرمش بالا تا 26 27 بهمون ولتاژ میده. همین چوکی بریم ببندیمش. وای باورم نمیشه بالاخره آماده شد. الان ساعت چنده؟ ساعت 3:30 صبح. باورتون میشه؟ بار اولمون چراغ 206. برو برویم. به به، یه دونه تست اتصال کوتاه میگیرم، چون قبلا چند ثانیه اگه به هم وصل میشد هیچ کار نمیشد. هیچ کار نشد. آره تست نهایی آماده اید؟ اره برقی جریان خر آمپرکش. مثل مرد داره کار میکنه. هیچی دیگه، کارو تست گرفتم تموم، بستم جمع کردم تموم، اصلا تموم، درست شد دیگه. این روز اول تست بارم گرفتم، اتصال کوتاه کردم، دیدم این قبلی نمیسوزه، هیچ کار نمیشه، یه وزی میکنه ولی نباید نگه داره دیگه. یه لحظه اتصال کوتاه بار بهش وصل کردم، دیدم داره ولتاژ میده، جریان میده، اره خرکی که جریان زیاد میکشه رو وصل کردم، دیدم داره اینم جواب میده. تو استارت اولیش 19 آمپر جریان میکشه، خیلی 19 آمپر ها خیلیه. استارت اولیشو که جواب میده، باقیشم 7-8 آمپر تو باقیش میکشه، 8 آمپر 10 آمپر میکشه جواب ده. ویدیو تستش هم که دارین میبینید دیگه، اصلا عشق کردم خدا وکیلی. کل این درد سرا و بدبختی ها به درک به کنار، واقعا چیز یاد گرفتم، یعنی به نظر خودم واقعا ارزشش رو داشت. خلاصش که تجربه شد، چیز یاد گرفتم. و اینه که شما میرین پیش یه تعمیرکاری، یه دستگاه میرین درست کنه، یه قطعه ساده عوض میکنه، قطعه از 20000 تومان از شما میگیره 120000 تومان، واقعا پول همین چیزا رو داره میگیره، که همین چیزایی که یاد گرفته، همین که براشون وقت گذاشته، دونه به دونه فهمیده چی به چیه، میدونه کجا بره چی رو عوض کنه دیگه. و این سوتیه که من دادم 100% نمیده دیگه، خیلی سوتی دادم و واقعا بیشترش از سوتیا خوردم. یعنی همون اول دیو دوبلا رو عوض میکردم، فکر میکنم با ترانزیستور تموم بود دیگه، محافظم میذاشتم که اتصال کوتاه نکنه. خلاصه این از این دیگه. شما که تا اینجا ویدیو اومدین دمتون خیلی گرم، اصلا من شما رو یه جور دیگه ای دوست دارم. تو کامنت ها بنویسین اومدم که بدونم کیا تا اینجا دیدن، حال میکنم تا اینجا نگاه میکنین، دمت گرم. شما سعی کنید که از این سوتیه ندید و امیدوارم درس گرفته باشید و این واقعا نکته که به دردتون میخوره. خب دیگه چیزی نمونه، مرسی که تا اینجا ویدیو تماشا کردید، دمتون خیلی گرم، میپر حرفی نمیکنم، قربان شما، خدافظ.